باب اندر فرموده الله سبحانه و تعالی که می فرماید البته تو هدایت نمی کنی کسی رو که دوست می داری تا آخر آیت. از ابن مسیب از پدرش روایت است که گفت وقتی مرگ ابو طالب نزدیک شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزدش آمد و در نزد او عبدالله ابن ابو امیه و ابو جهل بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او گفت ای عمک لا اله الا الله بگو کلمه ای که برای من نجات تو در نزد الله حجت بیارم. آنها برایش گفتند از دین عبدالمطلب رو میگردانی؟ پس پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنش را تکرار کرد. آنها نیز تکرار کردند. آخری سخنش این بود که گفت بر دین عبدالمطلب است و از لا اله الا الله گفتن سرکشی کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند برایت طلب مغفرت میکنم مادامی که از آن من کرده نشوم. پس الله سبحانه و تعالی این آیت را نازل نبود. بر پیامبر و مؤمنان روا نیست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند هرچند خویشاوندانشان باشند. و الله تعالی در باره ابو طالب این آیت را نازل نبود. البته تو هدایت نمیتوانی کرد کسی را که دوست میداری ولی الله تعالی هر کی را خواهد هدایت میکند و او به هدایت یافتگان داناتر است. اکنون قسم های هدایت: یکم هدایت توفیق، دوم هدایت دلالت و رهنمایی. هدایت توفیق یعنی تنها مالک آن الله است. تو هدایت نمیکنی کسی را که دوست میداری. هدایت دلالت و رهنمایی این را پیامبر صلی الله علیه و سلم مالک می شوند و تو هر آینه برای روز هدایت میکنی. یکم این را ذکر کرد تا بیان نماید که یکان کس هدایت توفیق داده نمیتواند پس به اون چی الله هم کرده است قائم شود. دوم اشکال یعنی چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب را دوست می داشتند در حالی که او کافر بود. در جواب گفته می شود که یا تقدیر جمله می باشد. یکم کسی را که هدایتش را دوست می داری نه خود او را و این قوی ترین سخن هاست. دوم یا کسی را که طبیعتا دوست می داری و این جایز است. سوم یا کسی را که پیش از نهی از محبت کافران دوست می داری. سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش او آمد یعنی در این مستحب بدن زیارت کافر است هر آنگاه اسلام آوردن او را امید کرده شود. دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عمک یعنی به این کنیه که دلالت و شوقت دارد گفت و این حکمت در دعوت است. سوم چگونه جمع آوریم بین این حدیث و قول عالمان تلقین کسی که او را وفات حاضر شده است سنت می باشد لیکن بی قول. جواب این که ابو طالب کافر بود پس هر با برایش گفته شود بگو و رد کند پس او بر کفرش باقی است او را از این تلقین کردن ضرر ندارد بر خلاف مسلمان که در خطر است زیرا شاید او را تلقین ضررش میکند در حالت مرگش حاضر شد یعنی یکم بروی علامت های مرگ نمایان شد و نمرد و بنابر این آیا توبهش قبول می شود و قول دوم این است که توبهش قبول نمی شود زیرا این آیت که فرمود و بر کسانی که کارهای بد مرتکب می شوند تا وقتی که مرگ یکی از آنها فرارسد می گوید اکنون توبه کردم توبه نیست کاملا با حدیث موافق است. دوم زیرا او گفت برای تو حجت بیارم. سبب این امر خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم برای عمکش با وجود کافر بودنش شفاعت میکند. دوم مسیب و عبدالله ابن ابو امیه رضی الله عنهما اسلام آوردند به خلاف ابو طالب و ابو جهل. سبب آنها گفتند که او بر ملت یعنی به جای من ضمیر هوی او گذاشت پس در این حقیقت راویان برای توحید است. مسئله های موضوع: یکم تفسیر آیت البته تو هدایت نمیتوانی کرد کسی را که دوست میداری ولی الله تعالی هر کی را خواهد هدایت میکند. دوم تفسیری به پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان روا نیست
یعنی آشکار کردن غم برای موت اونان و تعزیه اونان حرام است. سومین و آن مسئله بزرگ است تفسیر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا اله الا الله بگو، برخلاف کسانی که دعوی این دارند و برای این از گفتن آن خودداری کرد. چهارم ابو جهل و همراهانش مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم را می دانستند که هرگاه برای مرد گلد لا اله الا الله بگو، پس الله از خیر و برکت محروم سازد کسی را که ابو جهل از او دیده اصل اسلام را خوبتر بداند. پنجم کوشش و تلاش پیامبر صلی الله علیه و سلم در اسلام آوردن یمکش، یعنی برای خیش و تباریش و برای نیکویی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلام کرده بود، پس وای برای آن سپاس گفته شده است و اگرچه بر کفرش گناهگار است. ششم رد بر کسانی که میپندارند که عبدالمطلب و اجدادش مسلمان بودند، یعنی ملت آنها کفر بود. هفتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وای طلب آمرزش نبود، پس آمرزیده نشد، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن منع کرده شد، یعنی آن در دست الله است. هشتم، ضرر رفیقان بد در انسان. نهم، ضرر تعظیم گذشتگان هرگاه که در باطل باشند. دهم، شبهه باطلکاران در این برای دلیل آوردن ابو جهل و تعظیم گذشتگان. یازدهم، دلیل بر این که آخر عملها اعتبار دارد، زیرا او اگر می گفت هر آینه فایده اش می داد. دوازدهم، در بزرگ بدن این شبهه در دلهای گمراهان اندیشه کرده شود، زیرا در این قصه آنها مناقشه نکردند مگر به آن، یعنی تعظیم گذشتگان، با وجود کوشش و تکرار پیامبر صلی الله علیه وسلم. به خاطر بزرگی و رفشنی آن در نزدشان به آن قناعت کردند، یعنی به گفتشان آیا از دین عبدالمطلب رو میگردانی؟ و این شبهه تعظیم گذشتگان و بزرگان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.